اخبار شامگاهی شبکه تن با شهرام شهرامیان. خانم آقایان سلام، شهرام شهرامیان هستم، سردبیر خبر شبکه جهانی تن تی وی، و در شامگاه سه‌شنبه 13 نوامبر سال 2012 به همراه همکارم مریم اربندی با درود فراوان به شما بینندگان گرامی. مشروع مهمترین اخبار و رویدادهای روز جهان را از شهر تورنتو کانادا به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسانیم. با این یادآوری که پس از پایان مشروع اخبار، برنامه اختصاصی تفسیر خبر نیز از شبکه جهانی تن به سمع و نظرتان خواهد رسید، که میپردازد به بررسی اقدامات آمریکا برای بی‌نیاز شدن از واردات انرژی در چند سال آینده. در مطلبی تحت عنوان به پیشبینی آژانس بین المللی انرژی، آمریکا در سال 2017 به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل می شود. اینک سرفصل مهمترین خبرها. سازمان بین المللی انرژی می گوید صادرات نفت خام ایران پس از 7 ماه کاهش در ماه اکتبر به مقدار 300 هزار بشکه افزایش یافت. یک نماینده مجلس در ایران با اشاره به تحریم صنایع نفت و گاز و کاهش درآمدهای نفتی ایران گفته است کاهش سهم نفت در بودجه سال 1392 اجباری است. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران از رونمایی 3 سیستم موشکی جدید در طی رزمایش 7 روزه خبر داد. در پی وقوع سیل در غرب استان مازندران و ادامه بارندگی و آب گرفتگی مناطق سیل زده، در برخی شهرها از جمله چالوس وضعیت اضطراری اعلام شد. سه شهروند افغان که گفته شده اسامی اعدام شدگان افغان در ایران را در اختیار احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار داده اند، در خطر اعدام قرار دارند. دادستان عمومی و انقلاب تهران بازداشت چند نفر در رابطه با مرگ ستار بهشتی، زندانی سیاسی که گفته می شود در زندان به قتل رسیده است را تأیید کرد. پس از شورای همکاری خلیج فارس، وزیران خارجه اتحادیه عرب نیز تشکل جدید مخالفان حکومت بشار اسد را به رسمیت شناختند. به دنبال ماجرای ژنرال دیوید پتراوس، وزیر دفاع آمریکا از پنتاگون خواست تحقیقات درباره ژنرال جان آلن، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان را آغاز کند. اینک مشروع اخبار. به گزارش خبرگزاری رویتر، سازمان بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرد تولید نفت خام ایران 70 هزار بشکه در روز افزایش یافته و به 2,700,000 بشکه در روز رسیده است، و این در حالی است که ایران پیش از این روزانه بیش از 4,000,000 بشکه نفت خام تولید می‌کرد. بنابر این گزارش، صادرات نفت ایران نیز در ماه اکتبر به 1,300,000 بشکه در روز
افزایش پیدا کرده است، در حالی که این رقم طی دو ماه قبل از آن روزانه 1 میلیون بشکه نفت بود. به گفته این سازمان به نظر می رسد علت این افزایش واردات بیشتر نفت خام ایران از سوی چین و کره جنوبی باشد. این سازمان در این حال تأکید کرده است که علی‌رغم این افزایش آسیب تحریم‌های غرب علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد و این در شرایطی است که به گفته رویترز افزایش 300 هزار بشکه صادرات نفت در ماه گذشته با احتساب قیمت 100 دلار برای هر بشکه حدود 900 میلیون دلار بر درآمدهای جمهوری اسلامی از بابت صادرات نفت یه ماه اکتبر افزوده است. یادآور می شود حجم نفت روی آب ایران نیز در ماه گذشته با کاهشی 50% به 13 میلیون بشکه رسیده است. و خبری از کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده ایران. یک نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران با اشاره به تحریم صنایع نفت و گاز ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و کاهش درآمدهای نفتی این کشور گفته است کاهش سهم نفت در بودجه سال 1392 اجباری است. به گزارش اینا ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید به دلیل تحریم ها امکان تامین درآمد نفتی لازم را نداریم و این در حالی است که عمده درآمدهای دولت حاصل از صادرات نفت خام است. بنابراین گزارش آقای ندیمی در ادامه افزوده است با توجه به اینکه دولت منابع مالی سالهای گذشته را که از درآمدهای نفتی حاصل میشد در اختیار ندارد دیگر نمیتواند مانند گذشته بودجه را تدوین کند. بنابراین راه حل مدیریت بودجه سال آینده ایران پایین آوردن هزینه های غیر ضروری و افزایش درآمدهای مالیاتی است. این نماینده مجلس در این حال پیشنهاد کرده است که برای پایین آوردن هزینه‌های غیر ضروری کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه کشور حذف شود. گفتنی است به نظر می‌رسد اشاره آقای ندیمی از کمک دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی بودجه‌ای باشد که دولت جمهوری اسلامی هر ساله در اختیار شرکت‌های دولتی و مؤسسات نیمه خصوصی قرار می‌دهد. یادآور می‌شود چندی است که مقام‌های حکومت ایران برخلاف تبلیغات پیشین تأثیر تحریم‌های اعمال شده بر این کشور را تأیید می‌کند.